اما اینکه هدف از برگزاری نشست امنیتی هرات در تبعید چیست؟ اهمیت این نشست در غیابت نمایندگان امارت اسلامی چه خواهد بود؟ و چرا همسایگان دور و نزدیک افغانستان به مخالفان امارت اسلامی اجازه برگزاری نشست‌های مهم سیاسی را می دهند؟ پرسش هایست که مهمانانم به آن پاسخ خواهند گفت. آقایان محمد هاشم دانش، آگاه مسائل سیاسی، که از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. محمد متین، محمد خیل، آگاه مسائل سیاسی، و عزیز تانکزای، همچنان آگاه مسائل سیاسی که اینجا در استودیو با من حضور دارن. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. ما آقای محمد خیل، میخوام بحث رو با شما آغاز بکنم. نشست امنیتی هرات، میدانین با تاکید بر اهمیت توافق منطقه‌ای در مورد حل مسائل افغانستان به پایان رسید، ولی چه نگاه دارین شما حداقل به این نشست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رزقیار صاحب، سلام بر شما، بر مهمانان عزیز ما در بس و همکاران تکنیکی شما و مردم غیور افغانستان. ما نشست امنیتی را از زاویه نظامی طوری میبینم که وقت نشست های نظامی در یک جای در یک منطقه دایر میشه که در اونجا بحث میشه که در سال گذشته چه ناکامی های در قسمت امنیتی وجود داشته و در سال پیش روی باید کدام تدابیر دیگه گرفته شوه و چه مشکلات های قبلی وجود داشته در قسمت پاسپورت صحه، در قسمت افراز پسته ها، در قسمت تدابیر امنیتی خوبتر. ولی این نشستی که در هرات در تاجکستان دایر میشه و موضوع هرات است، یک چیزی بسیار بحث برانگیز است. چرا؟ مثلا چیش برای شما بحث برانگیز است؟ بر ما این بحث برانگیز است که تاجکستان فعلا ما 18 پروان تهره در اونجا داریم. با تاجکستان ما با مشکلات داریم یک اندازه، به خاطر که در تمام کشورهای آسیای میانه تاجیکستان بود که مخالفت میکنه و تاجیکستان باید این موضوع را بفهمه که اگر امارت اسلامی در دوحه قرارداد نمی داشت و در اونجا معاهده نمی داشت، تاجیکستان هم نمیشه که 22 سال از بالای گردای مردم ریاست جمهوری میکنه رئیس جمهورشان، ولی مخالفینشان میشد که در اینجا تمویل تجهیز شوه. خب به خاطر از اینکه افغانستان در دوحه معاهده داره که خاک افغانستان مورد تجاوز هیچ کشور و برای هیچ کشور ضرر نمیرسانه، از او خاطر بهتر است که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشه. درست. و این یک طوری است که یعنی دور از حقیقت از این مسئله. اما آقای محمد خیل، این نشست اولی نیست که برگزار شده در مورد وضعیت افغانستان. شما میدانید از سالهای گذشته نشست برگزار شده، یعنی بیشتر از دهمین بار است که این نشست برگزار میشه درباره امنیت افغانستان. تنها تفاوت چی است که خب دو بار اخیر در تاجیکستان برگزار شده؟ فکر میکنین که خب متفاوت تر چی است برای شما که برای شما پرسش برانگیز است؟ برای ما پرسش برانگیز به این است که بارهای دیگه اگر دایر شده باشه، شاید در شهر هرات بوده باشه. نه. و ای که خود از این کسایی که را دایر میکنه از افغانستان دور رفته و وضعیت افغانستان را نمیفهمه که افغانستان در کدام حالت است، امنیت چقدر تامین است، چی موضوع است، بسیار دور یک نشست دایر میکنه که وی هیچ سودی را به مردم افغانستان و به مردم افغانستان و به این ملت هیچ خیرشان نمیرسه. کسایی هستند که در اونجا شما میبینین همون موره های سوخته است که قبلا در اینجا بوده و اینجا مردم از او خیر ندیده. سپاسگزار. و چرا تاجیکستان باید این کار را بکنه؟ بله، در مورد این بحث حتما با شما میپردازیم که چرا کشورهای همسایه تنها تاجیکستان نیست، روسیه را هم شما شاهد بودین در هفته های گذشته یک نشست داد. حتما از شما خواهم پرسید. ولی آقای دانش، شما برگزاری نشست امنیتی هرات را چگونه به بررسی میگیرین؟ تشکر آقای رزقیار، سلام بر شما، جناب محمد خیر صاحب، جناب استانکزی صاحب، بیننده های محترم و همکارای تکنیکی شما. من فکر می کنم که نشست ها در کشورهای مختلف در شرایط فعلی که یک مقدار وضعیت افغانستان را کشورها از دید خود وخیم می بینند یک مقدار زیاد شدن. شما نشست مسکو را هم داشتین، نشست تاجیکستان را هم داشتین، ولی یک چیزی که باید کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان متوجه باشند ایست که این کشورها بسیار آسیب پذیر هستند. یعنی این کشورها
نمیتوانند که در شرایط فعلی در تقابل با افغانستان قرار بگیرند، یعنی در تقابل با امارت اسلامی قرار بگیرند. بله خوب آقای دانش، خوب یک بحث جدا است، در مورد از اون میشه دلا بلای برنامه بحث بکنیم. ابتدا نشست امنیتی هرات را شما چگونه به بررسی میگیرین؟ میدانین اکثریت افرادی که اونجا جمع شدن از داخل افغانستان مخالفین امارت اسلامی هستند و نمایندگان کشورها هم که اونجا حضور داشته بیشتر کشورهایی است که امارت اسلامی میانه خوب را با اونها نداره. ببینین ما زیاد تاثیرگذار به خاطر نمیدانم که این چهره هایی که به شمول امیر صاحب اسماعیل خان در اونجا بودن، اینا چهره های آزمایش شده هستند. یک موضوع. دومی که اینا هیچ وقت به یک تفاهم نمیتوانند برسند. اگر ما به جای امارات اسلامی و یا جامعه جهانی باشم، بر از اینا موقع میدن که بگیرین شما یک حکومتی در سایه تشکیل بدین. ما فکر میکنیم که اینا ماهای ما هم قادر به این نخواهد بودن، به خاطر از اینکه در طول 20 سال این چهره ها امتحان شدن که اینا به خاطر منافع شخصی خود میاندیشن، منافع ملی برشان ارزش قائل نیستن. اگر اینا منافع ملی را در نظر می گرفتن، افغانستان امروز در یک وضعیتی نمی بود. ما در وضعیتی بسیار خوبی می بودیم و در حالت یک صلح بسیار خوب را می داشتیم که در اونجا نظام ما هم از هم نمی پاشید، شیرازای حکومت هم از هم نمی پاشید و ما می تانستیم بسیار خوب ساختارهای را داشته باشیم. متاسفانه که اینمی چهره ها بود که حکومت را به این وضعیت شدید. و موضوع دوم دیگه، من نمیفهمم که امی چهره ها مردم افغانستان را چی فکر میکنن. تا امی لحظه ای که ما خود صحبت میکنیم، اضافه تر از 2 سال میشه که طالبا کار میکنن، غصب زمین های از اینا را نمیتونن خلاص کنن. اینا کلشان غاصبین هستن، اینا کلشان به فساد آغشته هستن. چهره پاک را شما در اینجا دیدین که یک چهره پاک آماده باشن و اینا به قدرت. آقای اسپنتا رئیس شورای امنیت بودی چی کاری را تانستی بکنی؟ وزیر خارجه بودی چی کاری تانستی بکنی؟ آقای نبی رئیس عمومی امنیت ملی بود چی کاری تانست بکنه؟ آقای اسماعیل خان چی قدرتی را که در حوزه جنوب غرب نداشتن چی کاری را؟ تنها در امی وزیر آب و برق افغانستان بود. در وقتی از چند بند تانست ما بسته بکنیم، چند پروژه مهم را بتانیم با بهره برداری بسپاریم که بگویم والا امیر صاحب اسماعیل خان اینمی تو یک کارایی را کرده. به این اساس هستن که همیشه بدیل بهتر میتونه باشه. هیچ وقت شما نمیتونه بین بد و بدتر انتخاب را بکنید. اگر مردم بخواید بدیل طالب را داشته باشه، باید رژیمی را بخواید که از طالب بهتر باشد، از طالب کاراییش، صداقتش، تعهدش، وطن‌دوستیش کلگی بهتر باشد. تشکر. خب حالا بس مردم اینجا بیشتر مطرح نیست، حتما برمیگردیم به شما. آقای استانگزه، شما چه تعریف دارین از نشست امنیتی هرات که خب حالا در تبعید در تاجیکستان برگزار شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های خود خدمت دو میهمان محترم شما و بینندگان عزیزتان میرسانم. هیچ نوع نشست، کنفرانس و جماعت در رابطه با مسائل سیاسی فعلی افغانستان در مالک بیرونی جواز نداره و مردم افغانستان تنفر داره از همچنین نشست ها و این یک مداخله مستقیم در امور داخلی ما از هر کشوری که کنفرانس را راجع به افغانستان دایر میکنه. ما از مسئولین امارت اسلامی خواهشمند هستم تا نهضت اسلامی تاجیکستان در افغانستان بخواین و یک کنفرانس را به نام کنفرانس دوشنبه اینا در اینجا برشان بگیرن. ما از امارت اسلامی میخوام تا عناصر پی پی تی که مجاهدین واقعی پاکستان هستن اونا را در اینجا دفترشان را باز بکنه و یک کنفرانس به نام اسلام آباد. همچنان ایران که همیشه مداخله میکنه، یک دفتر را در اینجا بخواین بلوچ ها و حزب توده ایران در اینجا اونا بخواین و در رأس از اونا جناب اسماعیل زایرا که یکی از شخصیت های متنفذ سنی است او را انتخاب کنن به جای خامنه ای. بهترین شخص است که به جای خامنه ای ظالم و جابر او باشه و همچنین دیگر کشورهایی که در امور داخلی ما مداخله میکنه بهترین جایش است، بهترین موقعیت است برای طالبا که امروز اینا این کار بکنن. و همچون مداخلاتی که مثلا روسیه میکنه، تاجیکستان میکنه، ایران به نام ازی که حکومت فراشمول در افغانستان ما میخواییم، پاکستان به نام ازی که شما از اون طرف مداخله میکنین، دستی حکومت فعلی باز از در قسمت، هر کشوری که در امور ما مداخله کنه اینا میتونه که جوابشه به می شکل بتن و به می الفاظ بتن، ولی ای که اینا سیاست مدون و درست و با سینه فراخ در پیش گرفتن
در رابطه با کشورهای منطقه و میگن که با هیچ در هیچ امور هیچ کشور مداخله نمیکنیم. من میخواستم امیر بپرسم آقای اپستان، خب افغانستان کشور است در شرایط فعلی که حکومت سرپرست نیاز داره به اینکه تعامل بکنه با کشورهای منطقه و همسایه، نه تقابل. نسخه را که شما به عنوان راه حل میگین، خب این عملا افغانستان را میبره به تقابل. یک راه حل، یک نسخه دیگر هم ما برشان میگم. چه است اون نسخه؟ عفو خود پس بگیرن. اینا که عفو عمومی را در مورد جنایتکارا اعلام کردن، در مورد افراد و اشخاصی که سالهای سال بند ما که در بیرمن بود ایره اساکرش میکشتک در زمانهای بسیار گذشته و مردم افغانستان فروختن، اینا امروز هم جلسات را دایر میکنن در کشورهای دیگه. اینا را پس بو که اینا باز کردن بغل خود پس بسته کنن. چی بکنه مثلا؟ کلش اعدام بکنه، کلش در محاکمه نظامی رو برشان دایر بکنه. یکی از اینا قابل از این نیست که زنده بانه. ببینید یک نفر اگه قصه این گونه باشه که خب بعد عمومی پس گرفته شده و اینها به دار آویخته شده، شما فکر نمیکنین یکی از او افراد در اون لیست نام شما هم در صدر خواهد بود؟ من براتون میگم، شما هم در جمهوریت کسانی بودین که عملا از جمهوریت دفاع میکردین و کار امارات یا طالبان مورد نقد. شما دمی میزی که اول هستیم این میز نیه، بلکه در دیگه جایا در میزا با شما اشتراک کردیم. کدام روز ما از جنایتکار حمایت کردیم در میز؟ کدام روز از امرالله صالح حمایت کردیم؟ در حضور شما امرالله صالح را چی گفتم که باز مرا از رئیس دفترش تلفن کرد گفت که بندیت میکنم؟ گفتم پدرت نمیتونه. ما در پیش روی دمیز شما غیر از دکتر صاحب اشرف غنی حالم سرش سادستم، دیروزم سرش استاد بودم، فردا هم او یک شخصی است که افغانستان به اون نیاز داره، در ساحه اقتصادی به اون نیاز داره. غیر از دیگه کی بود در حکومت که ما تعریفش کرده باشم؟ بله جمهوریت ما تعریفش عالم میکنم، جمهوریت خوب نظام است، امارت هم خوب نظام است، اما اگر افراد در اونجا فاسد باشه پس جمهوریت خو افراد خراب کرد. جمهوریت خو ایران هم جمهوری اسلامی داره، پاکستان هم جمهوری، چی فرق میکنه اینجا؟ اگر امارت اسلامی است، اگر همین جمهوری اسلامی هم میشد فرق نداشت، اما افراد مهم است، اشخاص مهم است. گروه هایی که در طی 20 سال حقوق تمام افغان ها را خورده، گروه هایی که در طول 20 سال غیر از کشتن و دریدن دیگه کار نداشتن، و همین امارت اسلامی هم که اینجا آوردش آمدن دمیجه یک دو پسگردنی یکیش ازت پس الهش کرد. بله، اما پس سربسته همه اینها اشرف غنی بوده به عنوان حاکم حداقل در سالهای گذشته. اشرف غنی شما از او دفاع اشرف غنی هیچ کس اجازه نمیداد. در بغل اشرف غنی کسانی بودن که اونا ماویستای شناخته شده بودن، اونا کس سکتاریستای شناخته شده بودن، اونا تجزیه طلبا بودن، اونا مانند کسی بود که امروز هم یعنی دمینجا هست، یعنی میگه که نمیماندش به حکومت کردن و میگفت که قطع قطع شوم، من نمیگذارم که تا افغانستان به تحالی و رفاه برسه. امروز نمیز اول اینو باید اعدام کنن، یعنی میدون مردم خیلی سپاسگزارم، ولی ممکن راه حل خوب راه حل که اگه باشه تا که نمیتونه باشه ریختن خون راه حل نبود، تا که چوبتر نباشه چوبتر. حالا اینا را خواهم کرد، باز اسماعیل خان خواه اگه اون وقت میکشتن چرا امروزی کار میکرد؟ خب باید میزنش میکشتن، ادامش میکردن، خلاص گپ خلاص بود دیگه. سپاسگزار آقای محمد خیلی. 150 تن در این کشور در این نشست در کشور تاجیکستان اشتراک کردن که خوب نمایندگان 20 کشور و همین گونه نهادهای بین المللی بوده. در کنار از این خب شما میدانین اکثریت چهره هایی که از افغانستان اشتراک کرده در این نشست چهره های مخالف امارت و چهره هایی بود که در گذشته در قدرت بودند. این دال بر این است که خب نشست امنیتی هرات یک نشست مهم بوده که در تاجیکستان برگزار شده و اهمیت داره. چرا کشورهای همسایه های افغانستان، همسایه های دور و نزدیک اجازه برگزاری همچون نشست ها را میتب؟ سوال بسیار خوب است. ما در قسمت از اینکه دو نشست یکی در روسیه بوده یکی در تاجیکستان، این سوال برانگیز است به خاطر کی؟ به خاطر کشورهایی که در اونجا این جلسه دایر شده. این مستقیما مداخله در امور افغانستان است و امارت اسلامی باید که از این مردم گپ بزنن که کسایی هستن که در اینجا مسائل حقوقی دارن، نظامی مشکلات دیگه دارن. شما چطور اجازه میدین که در یک نشست یا اشتراک بکنه؟ این 150 نفر شما دیدین که یک تعداد از این کسایی بودن که یک دفعه اینجا امتحانه خود داده بودن و فعلا این نشست برای امارت اسلامی بسیار یک موضوع عادی بوده، به خاطر از هیچ نوع اساسیت به این نشان ندادن. و این به شکل است که یک آدم مربا را از پشت مرتبان بخوره.
این دیگه نشستای از هیچ فایده نداره و نه کدام نقصی به افغانستان داره و دنیا وارم شناخته امارت اسلامی و کارکردهای اقتصادی از ایران میبینه. بله، اما سیاست کلانتر چی میتونه باشه در عقب از اینکه خوبی کشورها، مثلا شما روسیه را اشاره کردین، در هفته های گذشته یک نشست مهم را در روسیه بالاخره ما شاهدش بودیم که برگزار شد، حالا نشست تاجیکستان، فکر نمیکنین یک بازی کلان در حال براه اندازی است؟ بالکل بالکل، یا جمع کردن از یا اجازه دادن، این به مو جمع کردن و حرف زدن امریکا میمانه که نزدیک انتخابات از واسط با یک نوی و از داعش پشتیبانی میکنه که در وجود پاکستان میخوان و را تربیه بکنن و را تمویل بکنن، تجهیز بکنن. روسیه چون رقیب بزرگ استخباراتی امریکاست میخواه یک چیزی به نیابت در دست خود داشته باشه تا بر ازوان نشان بده. از سطح افغانستان بسیار دور است، از این چیز جورم نمیشه، منتها در بازی کلان استخباراتی میشه که ایره یک جز بازی از وای ساب بکنه. پس نگران کننده است؟ نه. خب وقتی ببینه وقتی روسیه میای بازی استخباراتی میچینه، فکر نمیکنه نگران کننده است؟ ما در افغانستان دیدم که محقق میگفت اگر ما از افغانستان برم این ملت چطور میشه، ما در این ملت ریشه دارم. اسماعیل خان میگفت ما در ایراد ریشه دارم. دیگه در حالی که ما دیدیم که هیچ نه ریشه بود و نه دیگه بود، یک کسایی که نفرین شده از طرف اقوام مختلف و یا کسایی بودند که افغانستان تقسیم کرده بود. اگر شما در وحدت اسلامی میرفتین اونجا برادرای هزاره بود، در جمعیت میرفتین تاجیکا بود، بنان یا کسایی بودند که افغانستان نزدیک به سرحد تجزیه رسانده بودند، بنان کس دیگه با یا به تعقیب از ایستاد نمیشه و نه ای که یا به کسای انگیزه داده میتونه که برای دولت مخالفت ایجاد بکنه. و خب قابل نگرانی هم نیست؟ هیچ قابل نگرانی است، مثل که یک نشستی که دو مثال تجارا میکنه یا یک تجارای سیاسی است، یک نشست کردن کدوم مسئله مهم. ولی خوب میدانین 150 تن حضور داشتن، مثلا از پاکستان شما چهره های را دیدین که خوب عملا اینجا حضور داشتن و موقف گیری های تند داشتن با آدرس امارت اسلامی، حداقل نمیتونن که خوب افکار را تغییر بدن. ما 1 میلیون انسان از زیر پل پلسوخته برداشتیم و محتاط بودن با پودر و یا محتاط سیاسی هستند، محتاط قدرت و چوکی است، فقط ما فرق داره، دیگه برای ما پلش یک چیز است. برمیگردیم به شما، ادامه برنامه هم پس از وقفه کوتاه. به ادامه برنامه نیم روز خوش آمدید. آقای دانش، شما چه نگاهی دارین در مورد ای که خوب کشورهای همسایه های دور و نزدیک افغانستان به مخالفین امارت اسلامی و به چهره های حداقل در منطقه استیج میتن که در مخالفت با حکومت سرپرست قرار داره؟ بحث را یک مقدار فراتر بکنیم. بله. بحث به این باشه که بیاییم ایتو بحث بکنیم که این چهره ها خو هرگز نمیتونن نماینده های مردم افغانستان باشد، اینا نمیتونن بدیل امارت باشن، اینا نمیتونن که در آینده افغانستان دیگه اینا نقش داشته باشن، به خاطر که در سیاست فرانسه از اینا عمو بود که اینا بازی کردن. اما توپ در میدان طالبان، طالبا باید یک گفتمان بین الافغانی را رایش باز بکنن، طالبا باید بر حکومت خود مشروعیت بدهد، مشروعیت ملی، طالبا باید قدرت را برای مردم بسپاره و از مردم بتانه حاکمای خود تعیین بکنن، حکومت طالبا باید یک حکومت مبتنی بر قانون بسازه. در کجای کره زمین شما حکومتی را دیدین که قانون اساسی نداشته باشند؟ پس اینمی تمامی کارهایی که طالبا میکنند، مالیات و خلاصه فیصله های محاکم و تمام جریمه ها و اینا بر اساس کدام قانون میشه؟ به این اساس است که باید قانونمند شود، دروازه های مکاتب را بر دخترها و پانتون ها را باز بکنند، بر زنها حق کار را بده، اداره خود تخصصی بسازد، افراد کار به اهل کار بسپارد، نه ای که فقط ملا و طالب و مدرسه محور حکومت باشد، پالیسی میکرایش اصلی فقط ملا و مدرسه و طالب باشد، نه، در حکومت برای مردم هم جای بده. عینه حکومت باید قسم شود که تمام ملیت های افغانستان چهره خود در این حکومت ببینند،
یعنی مردم حکومت را از خود بدانند. این به این معناست که یک قشر آمادن به یک طرز فکر خاص در افغانستان حکومت میکنند. خوب طالب کارای مثبت را کرد، به یک تحول ما ضرورت داشتیم. این جزایر قدرت را از بین برد، فساد را از بین برد، در حقیقت ملک التوایفی وزیتا را یک حکومت مرکزی قوی را ساخت. پروژه بازسازی فعلا جریان دارد، اما افغانستان منزوی است. افغانستان منزوی به نفع طالبان نیست. این نمیتونیم که ما اش چای در اونجا نفت را چی میکنیم، اینجا سرک را پخته میکنیم. افغانستان به پلانهای اقتصادی قوی در از مدت نیاز دارد. وقتی میتونه میسر باشه که سیستم بانکیت فعال باشه. سیستم بانکیت وقتی میتونه فعال باشه که تو به دنیا تعامل داشته باشی. کنوانسیون های ملل متحده را معمونایی که خودت میگه که مخالف شریعت نیست ما میپذیریم. پس خیلی چیزایی که مخالف شریعت نیست، مکتب دخترها مخالف شریعت نیست، پانتون ها مخالف شریعت نیست، کارزارا مخالف شریعت نیست، سپردن قدرت برای مردم و انتخاب کردن نماینده ها از طرف مردم مخالف شریعت نیست، داشتن قانون برای یک حکومت مخالف شریعت نیست. اینا الف و بای وظایف کار خانگی است که طالبا باید ای را بپذیره. نه. اگر ای را نپذیره مردم مجبور میشه که در دامان آمیاله. ببینین آقای رازقیان، ما ماجرت سیاسی داریم، ماجرت اقتصادی داریم، ماجرت تحصیلی داریم. خیلی فامیلا ماجرت میکنه به خاطر که دخترایشان در ممالک دیگه تحصیل بکنن. پس ما اگر ماجرت اقتصادی و ماجرت تحصیلی را خاتمه ببخشیم، اکثریت مردم برمیگردن به افغانستان. درست آقای دانش، یعنی خب شما امی ضعف‌هایی که در درون به باور شما است ایر عامل ازی میدانین که کشورهای همسایه و همین گونه کشورهای منطقه است میتا با مخالفان امارت اسلامی تا بیاین نشست های را برگزار بکنن؟ کشورهای مختلف هر کس از خود منافعی دارد. هر کس میخواه افغانستان در تقابل بین دو قدرت شرق و غرب است، روسیه و ایالات متحده امریکا هستند. حالا اگر امریکایی‌ها خود نزدیک میکنن به امارت، روس‌ها چراغ سرخ نشان میده. اگر روس‌ها نزدیک میکنن امریکایی‌ها، پس این ده پالیسی میکرای ضرورت است که در افغانستان یک سیاست اقتصاد محور را بکنن. تشکر. وقتی که ملت از تو راضی باشن، حکومت ملی باشد، یعنی از آرای مردم به وجود آمده باشد، مردم حکومت را از خود بدانند، این جلسات هیچ جایی را نمیتونند بگیرند. به هیچ عنوانی نمیتونند اینا در افغانستان جایگاهی را باز بکنند. من یک چیزی که بر شما میگم، تمام جبهات و احزاب سیاسی که در خارج از افغانستان تشکیل شدند، در رأسشان اکثریت کسایی قرار دارند که در 20 سال بلندترین کرسی های را داشتند. خیلی سپاسگزارم. برمیگردیم. یا وزیر دفاع بودند، یا نوید رستیز بودند، یا وزیر داخله بودند. وقتی که رئیس شورای امنیت بودی هیچ کار نکردی. وقتی وزیر دفاع بودی که 300,000 نیروی مسلح داشتی هیچ کار نکردی. وقتی که نوید رستیز بودی هیچ کار نکردی. حالا به این جمله ای چیزی کردن اینجا نفر را کشتن ایرانی نیست. و یک گپی دیگر هم که بله برمیگردیم به شما برمیگردیم. استانکزی صاحب، خون ریختن بیشتر رای حل نیست. ما بیشتر به قتل و کشتار و اینا نمیتونیم این جامعه بیشتر اصلاح بکنیم. ما فقط به مردم محبت بدیم، مردم را در آغوش بگیریم، حل بکنیم مشکلاتی که بین ماست. بله آقای دانش درست است، برمیگردیم به شما. آقای استانکزی، خوب شما صحبت های آقای دانش را شنیدین، میگه خون ریختن راه حل نیست، باید یک دیالوگ که بین افغانی شود تا مسئله افغانستان برش نقطه پایان گذاشته شود. سیاست های داخلی یا سیاست های خارجی امی طالبا از دهن ما و آقای نامش را نمیفهمم. دانش بسیار فراتر است. اینا بسیار افراد برجسته دارند در مسائل سیاسی خود، در وزارت خارجه. اینا در سطوح نظامی خود بسیار افراد برجسته دارند. اینا در سطوح اقتصادی خود باور کنین که بسیار کسانی را دارند که شما میبینین که چقدر اقتصاد ما در طول بسیار یک مدت کم رشد کرد. چینم کسی به رسمیت نمیشناخته، ما شما دیدین تکنولوژی را که چقدر پیشرفت کرد. افغانستان امروز به صوب تعالی روان است. ما امروز قدر به مکتب و به مدرسه و به پانتون ضرورت به این نداریم که زمستان است تمامش بسته است. باز ما یهود گپ میزنیم که حکومت امروز مهاجرین کلانترین مشکل و معضل است برای حکومت که چی به چه شکل باید اینا را بر جاهایشان
برسانه بر از اینا نان او بتن. اما آقا استانک زید، در ولایت های گرم سیر خوب نیاز بر از این نداریم که بشینیم برای ماه هود بازگب بزنیم. پیشنهادهایی که شد مثلا گفتمان بین لفغانی، گرفتن مشروعیت داخلی، ایجاد قانون اساسی، این گونه باز شدن در مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها، کدام از این مشکل داره؟ عناصر مشروعیت حکومت فعلی تکمیل کرده در داخل، اما پشتیبانی قاطبه ملت به اینا ضرور است. یکی در خارج هم همین که امروزه اینا در صدد دریافت اعتماد ممالک بیرونی است، مانند چین و غیره و غیره، سفیر میره و سفیر می نماینده میره و نماینده می کلانترین دستاورد است برای اینا که آهسته آهسته اینا به استیج بین المللی خود میرسانن و جایگاه خود تثبیت میکنن و اینا به رسمیت هم شناخته میشه. اینطور نیست که با اینا امریکا و غرب یا انگلیس دشمنی داره. دشمنی خلاص شد، ختم شد. امروز تماما امو لوزنامه که با امریکایی ها در دوحه اینا امضا کردن با او عمل کردن، البته در بر مراحل بسیار بزرگ از او عمل کردن که از بین بردن داعش است و لانه های داعش است و کشت مواد مخدر است که چقدر به سطح پایین آمد و همینا که پیشتر گفتن دوست ما که 1 میلیون نفر اینا جمع کردن از مواد مخدره را، این گپای خرد نیست. بسیار به سطح افغانستان گپای بسیار کلان است که اینا عملی کردن تا امروز. اما مهمترین چیز که است قانون اساسی است. بله، قانون اساسی قبل از لوی جرگه ایجاد نمیشه. لوی جرگه، شورای علما، هر چیزی که اینا نامگذاری میکنن و اینا هم امیر در صدد ترتیبش هستن، اینا را باید عاجلا حقوق مردم افغانستان در قانون اساسی درج گردد، تصریح شود که در موضوع مکاتب هم حل میشه، موضوع معاشات متقاعدین هم حل میشه، موضوع پوانتونا هم حل میشه، کار حقوق زنا هم حل میشه. تمام نزی بدون قانون اساسی ممکن نیست که اینا یک فرمان دادن که بسته کردن و یک مکتوب صادر کنن که باز کنین. ولی خب از یک جای باید شروع شود. شما صحبت های ذبیح‌الله مجاهد را حتما در رابطه با قانون اساسی شنیدین. اونها چند تا شرط گذاشتن که خب چالش مهاجرین باید رسیدگی شود، یک بار اقتصاد مردم افغانستان جور شود و چند تا حرف دیگه. بعد از او گفت ما سر قانون اساسی کار میکنیم. ببینید اینا فکر نمیکنین بسیار طول خواهد کشید؟ اینا 2 ماه پیش گفتن که ما سرش کار میکنیم. فکر نمیکنم که آقای مجاهد موضوع را به این تشریح کرده باشه که گویا در افغانستان ما معضلات داریم و قانون اساسی با اساس از او معطل است. نه، اینطور نیست. این موضوع مهاجرین با قانون اساسی قطعا ربط نداره. ولی خب آقای مجاهد گفته و ما نشرش کردیم. شاید اونا اشتباه کرده باشن با این رقم، یا شما درست نشونیده باشین. نه، مطمئن باشین که ما درست شنیدیم. که مسائل داخلی را با قانون اساسی ربط نداره. من فکر نمی‌کنم. تشکر. خب آقای محمد خیلان چه آقای دانش میگن؟ اینا بیشتری که خوب کشورهای همسایه و منطقه استیج میته با مخالفین امارت اسلامی را ربط میتن به تقابل بین آمریکا و روسیه. خب با این وجود به یک سیاست مدون متوازن امارت اسلامی نیاز داره. بله، با خاطر از این که حال فعلا میگه که ما سیاست متوازن داریم دنبال میکنیم و این مسئله باید مدون شود. به این طرف دار از این هستم که باید تحریر شود تا که ولی گپ اساسی دیگه است که دانش سر میگه که مکاتب و این مسائل داخلی افغانستان است. گپ خوب است که در مکاتب باز شد و زود بایش تصمیم گرفت. ولی موضوع معلومدار است و کلگی معلومدار است، مردم افغانستان هم بشنود. تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه است یا به خاطر که از دریای امو اینجا تیل استخراج میشه، اینجا دیگه کاراز و قشتیپه است، بر از وا ضرر بخوایی نخوایی میرزه. وقتی ما آب مدیریت کنیم با کنر، دریای کنر که اول تصمیم گرفته شده که بر اینجا پیسه جمع شوه و از پیسه پس هوایت شوه، او جور میشه با پاکستان ضرر است. اگر دریای هرمند مدیریت میشه برای ایران ضرر است. کشورهای دور مثل امریکا و روسیه این مشکل داره که اگر در افغانستان یک قدرت قوی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باشه و با مردم در سهولت زندگی کنه، در اونجا کانگرس و مردم امریکا به امریکا میگه که خیلی شما چی گفته رفته بودین در افغانستان؟ شما 2400 نفر چرا کشتین از نیروهای نظامی موره؟ این میلیاردها دلار به چی مصرف کردین؟ چرا بالای هر کس 20 میلیارد دلار جایزه مانده بودین؟ باز پس بعد از بنن
کلگی مشکلات خود داره، کلگی منافع ملی کشورهای خود دنبال میکنن. ما این موضوعش فهمیدیم و امارات اسلامی هم این موضوعش بهتر میفهمن. بله، یعنی خوب بی تقابل هم که است، بس منافع است، منافع کشورها. امارات چی بکنه با باور شما که خوب منافع افغانها و امارات اسلامی حفظ شده باشه؟ امارات اسلامی همی سیاست اقتصادی و سیاست متوازن، بی‌طرفی، فعال و مثبت مدون بسازه در قانون. به خاطر از اینکه ما فعلا در تمام استشهای حقوقی حرفای تحریری نداریم، حرفای شفاهی داریم، به خاطر که دنیا قطع ما همسایه ما به ما به این موضوع ما پای ببره و با ما قناعت کنه، ما باید حجت مدون شده و یا قانون تحریر شده بر از ما داشته باشیم و بر از از استشهای بین المللی نشان بدیم. یک مسئله که در مورد قانون اساسی بوده که آقای رازقیار تا جایی که ما معلومات دارم تمام موادات قانون اساسی ما که بود ماخذ از قرآن و حدیث نگرفته بود، اون امور سرش کار میکنه که بر ماده به خاطر از اینکه شما دیدین وقت اگر ماخذ از قرآن میگرفته که باز جانگیری نمیتونست که عبدالله را بالا کنه و یک مادر در اونجا از قانون اساسی نقض بکنه. بنان کوشش دارن که ماخذ از با قرآن و حدیث بسازه و این مشکل به زودترین فرصت حل شود. بله، دیالوگ بین الافغانی را پاسختان چیست که آقای دانش گفت؟ فکر میکنین جای بر از این مانده که باید یک دیالوگ بین الافغانی شود؟ دیالوگ افغانی وقتی صورت میگرفت که سرقماندان آلای قوای مسلح پیش، وزیر دفاع از ردش، رئیس امنیت از ردش نمیرفت. ولی آل هم یا یک گروپ تماس جور کرده که با آنها در تماس باشه و بیاین در افغانستان. آل خود نمیشه که به ما بحثای دیالوگ بین الافغانی رو برین در تاجکستان و روسیه و در کجا مطرح بسازیم. باید این مردم بیاین در افغانستان و من نظر ما اعتراض که هر کسی که در رأس قدرت می باشه با ما خدمات ارائه بکنه برای اولاد ما، برای فامیل ما، برای این مسئله در افغانستان نتیجه نداد. نه انتخابات نتیجه داد، نه ای که هر کس باید در دولت خود ببینه. چیز ضرورت است که خود ببینه؟ مش در دولت نیست، مثال استانگزار صاحب در دولت نیست ولی خدمات به خانهش، به اولادش، به فامیلش برسه. این مسائلی بود که قبلا مطرح شده بود از طرف ابرقدرت ها و منافع خود دنبال میکرد. هر کسی که در افغانستان حکومت میکنه بر تمام مردم افغانستان یکسان خدمات برسونه بر ما قابل قبول است. بله، آقای دانشوان چه آقای محمد خیل میگن در مورد گفتگوهای بین الافغانی که امروز آقای کرزی هم مطرح کرده در گفتگو با یک رسانه ژاپنی که باید گفتگوهای بین الافغانی شکل بگیره؟ عین پاسخ را مسئولین امارات اسلامی هم میتن. خب میگه بر سر چی بحث شوه دیالوگ بین الافغانی و همین گونه؟ خب میگن یک کمیسیون ساخته شده، کمیسیون تماس با شخصیت ها و خب از اونها دعوت میکنه که بیاین به کشور. ببینین آقای رازقیان، اگر ما موضوع را دقیق ببینیم، ما در افغانستان مشکلات زیاد و عدیده ای را داریم. مشکلات به طور مثال ما در شرایط فعلی به طرز نظام آینده افغانستان بحثایی را داریم. ما نمیتونیم اینمی مردمی که در بیرون هستن و یا در داخل سر طرز نظام بحثایی را دارد ما بگویم نه شما کنار برین، ما فقط اینمی نظام را خوش داریم. و یعنی نه، نظام ها اکثرا بر رأی مردم و رفراندوم به بار می مردم تصمیم میگیره که کدام نظام میتونه حلال مشکلات از اینا باشد. ما نمیتونیم به خاطر خوش کردن امارت اسلامی هر آن چیزی که امارت میکنه او را خوب بگویم. نه، ما همین لحظه بر شما میگیم که در امارت اسلامی همین فساد اداری روز به روز زیاد شده میره، از اینکه کم شود زیاد شده میره و باید سر همین مسائل باید برخورد صورت بگیره. به طور مثال ما میگم قانون نداره، ما میگم مکاتب را باید باز کنی، آقای سنگزه میگه با مکتب اصلا ضرورت نیست. ما فکر میکنم که در قرن 21 یک نفر بگه با مکتب ضرورت نیست، ای به این معنی است که در همه امارت اسلامی توبه نعوذ بالله یک نفر از خدا منکر باشه. به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی است، امی طالب در موتر که سوار است به تکنولوژی جور شده و مخابره ای که استفاده میکنه تکنولوژی است، فضای خود که نمیتونه کنترل کنه موضوع تکنولوژی است. ما چطور با کدام منطق میتونیم از تکنولوژی منکر شیم بگویم نه انمی ملا، انمی طالب، انمی مدرسه صحیح است، مکتب فعلا ضرور نیست، هوا سرد است و انمی کارا بسیار خوب پیش میره؟ نه برادر، ما یک روز هم اگر اولاد این مملکت از تحصیل باز میمانند جبرانش خساراتی از این جبران ناپذیر هستند. بنابر آن ما به بحث محمد خیل صاحب در عادی موافق هستم، اما ما به گفتمان بین الافغانی از شد ضرورت داریم
تمام قشر نخبه و آقای افغانستان به مسئولینی که از طرف امارات اسلامی، البته مسئولین تیوری فهمه، ما امارات اسلامی بیشترین نیرویش جنگی است. آقای محمد خیل میگه خب ما به امارات اسلامی به دنبال کی به کدام کشور بره؟ اینا میگن که خب رئیس جمهور سرکماندان علای قوای مسلح گذشته با وزیر دفاع رئیس امنیت همه یکی پس دیگه فرار کردن، خب نمیشه حال پشت از اونا برن با او کشورها با اونا مشوره بکنن؟ نه. ببینین امی چند روز پیش یک نشست بود از طرف ابن سینا در وطن کانتینیتال سر مسئله اقتصادی. ما میتونیم اینمی نشست ها را در وطن کانتینیتال یا در لوی خیمه لوی جرگه تمام افغان ها را بخواهیم که بیاین سر آینده نظام افغانستان پشت کنیم. اما باور دارین کسانی که به بیرون از کشور رفتن، مخصوصا کسانی که فرار کردن و در سطح کلان بودن، اونا بیاین با یک دعوت؟ ببین ما میگم که در صورتی که امنیت و مسکونیت برشان وجود داشته باشن، مهم نیست که اینمی رهبرهای سیاسی که خودشان ازارها دوسیه غصب و چور و چپاول داره اینا بیاید. نخبه های افغانستان تنها اینا نیستن، روشنفکرهای افغانستان تنها اینا نیستن، یک قشر وسیع از مردم هستن که میتونن در همچون گفتمان ها شرکت بکنن، با این گفتمان ها لبیک بگوید. کمیسیونی که طالب تسلیم چی کرده، کمیسیون خب برای نمی غاصبین و نمی جنگسالار است که بیان بیادر، کسی همراه شما دعوا نداره، کسی شما را نمیکشه، کسی ما را کی میکشه؟ ما خب کسی دشمنی نداره. بله درست. اما آقای استانگزن در قبال نظر داشتن آقای دانش، اگر متوجه شده باشین، اینا میگن که خب در امارات اسلامی استعدادها و کادرهایی هستن که سیاست داخلی و خارجی را تحریزی میکنه که خودشان و شما را میگه که میگه 100 تا سوی ما بسیار بالاست. آقای استانگزه یک خاصیتی داره که در هر نظام مطابق امون نظام صحبت میکنن. مثلا یک وقت میگو کسی اشرف غنی را بگوید جای 32 36 دندانش میشه کسان. ما با صحبت های آقای استانگزه حالا باش که نوبت امام برسه که کل وقت برای زونت دیگه. تشکر که ما جواب بشه بدیم. باش بکنیم. ما میخوایم که تعقلی منطقی بیاندیشم. سپاس با تشکر باش دارد بگیم باش سپاس گذار آقای دانش تو صبر کن تشکر آقای استانگزه خوب خوب اگر میگه باید فکر خیر بکنه. اگر والم اشرف غنی را اموتور توهینی که کده بود بکنه او وقت کتی گلاس میزدم مال کتی جگ در دانش میزنم. خب آمدیم سر ازی که خودت هم منطق نداری که تو حال میخوایی که مشروعیت از او گروه ها را سر ازی ها ثابت بسازی. کرزی میگه که امو گروه ها تمام کسانی که هست بیایه و تفاهم بکنن. کرزی میخواد که 20 سال او گروه ها را خوب چاق و فر بیزاخت و امروز مشروعیت از دهن طالب بر از اونا بتن. چی ضرورت داره طالب که او مردم میخواه؟ چی ضرورت داره او کسایی که از پشت تریبیون ها در خارج چیشتن مثل آقای دانش واره و میگه که ما بر ما مسئولیت داده شد. تو خود کدام وزیر نبودی و بیا بیاد تو را کس چی میکنه؟ خب آمدیم سر ازی که برادر گل امروز در افغانستان وضعیت با او شکلی نیست که ما بیایم دفتن با کل مردم. اون اگه موضوع رجوع یا رفراندوم هم میگن وزیر داخله خلیفه صاحب سراجین قانی هر روز در یک ولایت میره که مردم میشنه اونو به خودش رجوع به مردم است، که مردم اونو به خودش تفاهم است و دیگه وزرا هم همچنان آمدیم سرزی که ما نو به امنیت رسیدیم. تا دی روز تو در سرک لوگر دیگر رفته نمیتانیستی. ما دی شو ساعت 8 بجه لوگر آمدیم شو و حال ما هنوز ای موضوع خام است، به پختگی هم نرسیده. امنیت هنوز هم به او شکلی نیست که بخویم. ما فقط عاجل باید مکاتب است و رفراندوم است و با او گروه ها با او مردم با کی رفراندوم کنه، با کی حکومت سخن بزنه، با کی گپ بزنه. خب تمام نشم او گروه های فاسد و فاسق و مفسد است، اونا رو بخواین. و تنها بحث گروه ها نیست، مردم اینجا نقشش چی میشه؟ عام مردم افغانستان، عام مردم افغانستان تمام نشونه هستن. ازبک حکومت است، تاجک است، ترکمن است، هزاره است، پشتون است و اینو طالبا هم نماینده یعنی فراگیر میدانند. طالبا امروز اگر کسی میگه که نماینده پشتون است، قطعا نماینده پشتون نیست.
کدام پشتون طالبا در حکومت تا جای داده که ما بگیم که نماینده پشتون هستن؟ و اینا خو ابو تحریک طالباست که امروز هستن، ولی آهسته آهسته باید در قانون اساسی تصریح شوه که تمام جوانای افغانی که تحصیل و تعلیم داره به اساس ضرورت بیان در حکومت جای بدن. درست، یعنی بحث شایسته سالاری باید مطرح شوه. ولی آقای استانگزی، چرا بحث مکاتب و دانشگاه ها را برای دختراش ما جدی نمیدانین در شرایط ما فعلی؟ جدی میدانم، بسیار واضح میگین که خب امروز نیاز نیست برای فعلا سرش بحث شوه، ولی در دو سال گذشته مکمل زمستان نبوده در اشتر روز گذشته. این قدره که ما علیه امیات در مورد دخترها گفتیم، ولی اگه هیچ کس گفته باشه و در مورد متقاعدین ببینیم دخترک ها امیاله میتونن که در خانه درس خود بخونن، درس سه صنف خود بخونن، امتحان بدن. اما این آن ولی چیزی است که شما میگین عملی نیست. در وقت سردار ما داوود خان اما تو یک پلان بود که صنف اول امتحان بدن، راستن صنف دو بیان و در صنف 7 و 8 یک کنکور برشان اونجا ایجاد کرده بود که دو کنکور ناکام میمون، در مکاتب حرفه‌ای رایشان میکرد. این مکاتب حرفه‌ای برای چی است؟ ما او را جدی میگیرم بس دخترها را، اما کسی که درس بخونه در خانه هم خوانده میتونه که باز امتحان بده، و طالب هیچگاه نمیتونه که مکاتب بسته کنه با روی دخترها تا آخره. اینا مشکل دارن و با اساس مشکلی که دارن شاید بسته کرده باشه. خیلی سپاسگزار به جنبندی من با شما برمیگردیم. ولی آقای محمد خیل، موج از انتقادها را شما میبینین که خب هنوز هم در جامعه است؟ مثلا چیزهایی که آقای دانش میگه، شما مثلا با یک فرد عادی در جامعه هم بشینین هزار و یک تا مشکل را میگه، ولی در رأسش بحث مکاتب و اینها، چطور به اینا رسیدگی شوه؟ خوب است که در مکاتب زودتر واز شوه. خوب گپ است که قانون اساسی سیاست داخلی و خارجی ما مدون شوه و ما با جهان بگوییم که امی ذبیح الله مجاهد کار وقت میگه که از زمین ما، از خاک ما با دیگه که از خطر مواجه نیست، این روی سند برشان تحریر بکنیم که یک سند که در مراجع حقوقی چلند داشته باشه برش رای بکنیم. ولی من در حرفای دانش صاحب، ولی اگه ما تا دانش صاحب نخبار در افغانستان دیده باشیم، نخبار دیدم، مثال رئیس انکشاف ملی یک شخص نخبه است، حالا هم در قشتیبه کار میکنه. اینی بیادر نخبه است از یک جایی که میره دیگه پشت شلاز، از دیگه جایی که میره دیگه جایی. ولی اگر شما بگیم که بچه عبدالرشید دوستم در پارلمان بوده نخبه است، این رو قبول کنم. اگر شما بگیم که از امپراتور شمال بچهش در چیز بوده یا دیگر رهبرها خوب بودن بچه هایشون میان در پارلمان میبودن یا میرفتن در او گفتمان داخلی در دوها، ایره ولکت قبول کنم. تمام نخبه هایی که در افغانستان چیز فهم بودن همه پشت کار خود امیال در افغانستان است، یا ایست که 5.5 میلیون 5.5 لک انسان این دولت ماش خیالی میده اگر وجود نداشته باشه که شما میگین. مسئله اصلی است جناب دانشته که ما درب مکاتب قانون اساسی چیزای ضرور است، ولی امارت اسلامی کارهایی کرده که به این چیزایی که شما اشاره میکنید این چیزا بسیار خرد است. مثلا برای تمام اردو، پلیس، وزارت نیروهای استخباراتی، برای کل از یا ماش امریکا و 48 کشورش میداد، ولی این ماش حال فعلا امارات اسلامی میده، بودجه داخلی و انکشافی را از پول خود تیار میکنه. این کارهای بسیار کلان است نسبت به این کارهای که شما. تشکر آقای دانش. در حد 30 ثانیه برتان فرصت داده میتونیم، چون باید به مهمانهای دیگه هم به جنبندی وقت بتیم. چه باید شوه؟ خب چطور از امی وقتی که حالا با او مردم افغانستان و حکومت سرپرست روبرو است چطور عبور بکنه؟ ببینید بسیار ساده است، چیزایی را که ما قبلا گفتیم، وظایفی را که انجام داده این وظیفه یک حکومت است، باید انجام، کسی نمیتونه متشکر باشه ممنون باشه، اینا اساسات وظایف است. وظایف یک کس وظیفه خود انجام میده، ما بگیم والا بسیار متشکر هستیم، کارهایی که مانده باید انجام بشه و انجام پیدا بکنه. مسئله گفتمان بین الافغانی، چگونگی ساختار مکاتب، با ما یک جمله رو با آقای استانکزی میگم که شب که همیتو آرام شیش همی بحث خودت بشنو که خودت تایید میکنی رد میکنی، مثل که اسرائیل بالای سر استاد باشه جملات کنده کنده، نه طالب های قدر هم چیز نیست، بسیار راحت بحث خود بکو. درست. خوب تشکر. خوب بعد بکو. سپاسگزار. در حد 20 ثانیه پاکستان زی چی باید چه؟ اول خو پیشترم حرف کردم که تمام مسائل در قانون اساسی باید تصریح گردد، بدون از او ممکن نیست. ورای را و روش را که امروز حکومت در پیش گرفته قابل تایید است. ما بدون ترس میگم، بدون ایراس میگم، من در امارت هستم، نبودم، نه حال ما و قدر
برای ما وقدر مهم است که ما چی میگم یا چی نمیگم. درست. حکومت است، خوبش خوب میگم، بدش بد میگم. حتی امیرالمومنین هم سرش ما انتقاد کردیم در زمین میز نیست، میز تلویزیون آریانا نیوز. تشکر. وقتی که سه انتقاد میکنی درست است انتقاد تو، اما وقتی که بله. کار خوبش بود تاییدش خیلی سپاسگزار. حرف اخیر شما آقای محمد خیل. حرف اخیر ما این است که تمام سیاست داخلی و خارجی امارات اسلامی باید مدون شود تا کشورهای همسایه به او قناعت داشته باشند. تشکر محمد متین، محمد خیل عزیز تانکزای و محمد هاشم دانش، آگاهان مسائل سیاسی. سپاسگزار حضورتان در برنامه. و به این ترتیب می رسیم به پایان برنامه این امروز. وقت بر همه شما خوش.